کریمه اهل بیت عصمت و طهارت حضرت معصومه سلام الله علیها و صبح هم روز جمعه. انشاءالله که به حق این ایام میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را معجل ما را از جمله اعوان و انصار حضرتش قرار بدهد. برنامه امروز را هم آغاز میکنیم انشاءالله درباره توصیه های پیامبر گرامی اسلام و ابوذر غفاری رحمت الله علیه. خب بحث تا اینجا پیش آمد که ما از محضر حضرت آیت الله شیخ ساده استفاده کردیم. چند نکته ای که در ابتدا در طی چند قسمت بحث شد، یکی این که پیامبر گرامی اسلام فرمودن ابوذر اونطور عبادت کن مثل اینه که خدا را میبینی و اگر تو خدا را نمیبینی خدا تو را میبیند. نکته دوم درباره توصیه به اهل بیت علیهم السلام بود که فرمودن مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح هست، هر کسی که به این کشتی سوار بشود نجات پیدا میکند و هر کی از این تخلف بکند غرق میشود. و نکته سوم درباره فرصت بحث صحت و فراغ بود که از صحت و فراغ استفاده بکن. و دیروز هم و یا قسمت قبل درباره اون پنج توصیه بسیار مهم بحث شد که فرمودن این پنج چیز را پیش از دست دادن غنیمت بشمار. یکی جوانی، دوم تندرستی، سوم توانگری، چهارم فراغت و پنجم حیات. و امروز در ادامه بحث ها انشاءالله استفاده میکنیم از محضر حضرت آیت الله شیخ ساده نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله العظما سیستانی ادامه این مباحث را. حضرت آقا سلام علیکم. سلام علیکم جناب آقای بختیاری، انشاءالله که صبح شما بخیر و نیکی باشه. خدمت شما عشب همونطوری که فرمودید امروز روز جمعه و روزیست که المتوقع فیه ظهور امام زمان که ظهور امام زمان میگن در روز جمعه واقع میشه. حالا ما یه روایتی از فرمایشات پیامبر را در زمینه‌ای که به ابوذر غفاری فرمودن بخوانیم و بعد ببینیم اگر بشه راجع به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم چند کلمه عرض کنم. خیلی عالی است. خدمت شما عرض شد که فرمایش دیگر پیامبر این است که یا ابوذر ایاک و تصویف به عملک، بله، فانک به یومک و لست به ما بعده، فان یکن غدن لک فکن فی الغدی کما کنت فی الیوم و ان لم یکن غدن لک تندم علی ما فردت فی الیوم. نکته خیلی مهمی است و یکی از نکته هایی است که ما اکثرا با واسطه توجه نکردن به همین نکته خیلی چیزها را از دست میدیم. پیامبر میفرماید که ای ابوذر ایاک و تصویف، بله، مبادا که تصویف داشته باشی. تصویف یعنی چی؟ یعنی آدم بگه خب بعدا این کار رو انجام میده، فردا این کار رو میکنه، بله، دو ساعت بعد این کار رو میکنه، بله، وقتی پیش رو هم توبه میکنه، بله، و وقتی یک چند وقت از عمرم گذشت مکه میرم، بله، نمازای قضای من میخونم، بله، اینا رو میگن تصویف، بله، یعنی این کار رو میکنم، این کار رو میکنم میشه، بله. ایاک و تصویف به عملک، بله، مبادا خودت را گول بزنی به واسطه این که بعدن انجام میدم به آرزوهایت. تصویف با آرزو نکن که من
5 سال بعد باز خورده حالم چطور شد میخوام این کار رو انجام بدم. چرا؟ ولست فانک بیومک ولست بما بعد. تو امروز که هستی، امروز روز توست. بله. فردا معلوم نیست که روز تو باشه. بله. فردا شاید از دنیا بری. بله. شاید اصلا فردایی برای تو نباشه. نباشه. رجوع فهمیدید. پس امروز که برای تو هست، همین امروز کار فردا را، کار امروز را به فردا میفرد. بله. فَإِنْ يَكُنْ غَدًا لَكَ غَدٌ لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ. اگر فردایی داشتی، بله، او فردا رو مثل امروز انجام بده، یعنی کارهای فردای تمو فردا انجام بده. بله. مثل امروز که کارهای فردا رو نمیخوای، بله، کارهای امروز رو نمیخوای به فردا بیاندازی، بله، کارهای فردا رو به پس فردا نینداز. و ان لم يكن غد لك تندم على ما فرطت في اليوم. اگر فردایی نداشتی، امروز هم از دست دادی به آرزوها، همیشه پشیمون میشی. بله. وقتی که امروز را از دست دادی پشیمون میشی که خب من دیروز چرا این کارو نکردم. دو سال قبل که من میتونستم مکه مشرف بشم چرا نرفتم؟ نرفته. الان گرفتاری بیماری قلبی شدم، پرواز نمیتونم. بله. الان پول را از من گرفتم، بله، نمیتونم برم. الان به واسطه کرونا راه مکه بسته شده و من نمیتونم برم. بله. نمازهای قضایی که داشتم تا حالا نخوندم و فردا نمیتونم بخونم. بله. توجه فرمودید. بنابراین باید توجه داشته باشی و کارهای هر روزت همون روز انجام بدی. مبادا آرزوهای دور و دراز برات بدی. بله. بعد از این کار میکنم، چند مرتبه کربلا میرم، چند مرتبه مکه میرم. بله. برای پدرم قرآن میخوانم، برای مادرم چیکار میکنم، خیرات میکنم، کمک میکنم، اینا رو نه. بله. همون کاری که امروز میتونی همین امروز انجام بده، برای فردا نگذار. پس بنابراین جوانان عزیز و دیگر عزیزان توجه داشته باشن که آرزوهای دور و دراز انسان را از همه کار میندازد. آرزوهای تا خیلی کوتاه کن و هر آرزو رو برای همون روزش انجام بده. بله. برای فردا و پس فردا. بله. نگذار که چی بسا انسان به فردا و پس فردا. بله. نمیرسه. بله. لذا میبینیم که خیلی عزیزان ما متاسفانه در سن جوانی از دنیا میرن. بله. و کاری انجام نمیتونن بدن. بله. خب. همینجا یکی دو تا نکته که از این فراز استفاده بکنیم و کاربردی بشه، بحث ازدواج هست. آجا الان شما میدونن حتی در این کشورهای مثل ایران اینا آمار ازدواج خیلی بالا رفته، یعنی بحث به 30 سال بالاتر رفته و در کشورهای غربی خب بیشتر، یعنی یک فرهنگ خب به اصطلاح غربی هست که خودشان بالاخره تا 40 سال معمولا 35 سال ازدواج نمیکنن. و اونا راه های دیگه هم دارن، ولی این یک جوان مسلمان که دانشگاه هم میره مثلا در معرض دید هم هست، اینا که به حساب تصویف در امر ازدواج هم آیا هست به حساب که امروز و فردا و 30 ساله و به حساب 40 ساله و اینا داری بحث هم شما بحث بکنن؟ خدمت شما ارز کنم، یکی از چیزهای مهمی که اسلام بهش توصیه کرده مسئله ازدواج. متاسفانه امروز پسرها دخترها از ازدواج فاصله میگیرن به واسطه همون آرزوهای دور و دراز. من باید فلان مدرک را بگیرم بعد ازدواج، بعد ازدواج. فلان کار را کنم بعد ازدواج بکنم. بله. این خانمی که من میخوام با او ازدواج کنم شرایط مرا نداره. نداره. با من
نمیخوره. بله. من از خانواده چیگکم و این خانم از خانواده چیگک. بله. ما وضعیت مالی ما اینطوره، اینا اینطوریه. بله. اینا متاسفانه مسائلی است که همش دامهای شیطان. دامهای شیطان. ببینید درباره ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها، روی خانه که حضرت زهرا را به اصطلاح آوردن اونجا، خانه علی، ریک فرش بود. بله. فقط یه فرش انداخته بودن که جای خواب عروس و داماد بود. دیگه بله. همش ریک بود. تمام به اصطلاح همون جهیزیه حضرت زهرا عبارت بود از همون چیزهای خیلی ضروری. یک کاسه برای آب، یک دیگ، یک آسیا، چی همینطور. بله. بنابراین آدم هرچی مسائل زندگی را آسان بگیره، زندگی بر آدم آسان میشه. آسان. هرچی مشکل بگیره آدم، زندگی بر آدم مشکل میشه. بله. و این مشکلات هم روز به روز زیاد میشه. و وقتی هم که سن انسان از سن ازدواج گذشت، هر چیز یک سنی داره. آقای بختیاری، وقتی که سن انسان از سن ازدواج گذشت، دیگه اون حالتی که بتونه با همسرش تعامل داشته باشه دیگه نداره. بله. ببینید بچه یک سن شیرخوارگی داره. بله. که باید در اون سن شیر بخوره. شیر بخوره. بله. وقتی بزرگ شد، 5 ساله شد، دیگه اون شیر خوردن خود اون بچه هم دوست ندارد. دوست ندارد. چون از وقتی گذشته. بله. اگر بخورم خیلی با کراهت. کراهت. بله. پس مسئله ازدواج مسئله اینطوریست. آدم باید تکیه بر خدا کنه و از خدا خیرش بخواد. نهایتش اگر آدم، چی خانم نسبت به همسرش و چی آقا نسبت به خانمش، میخوان فکر کنن، یه مشورتی کنن و بعد اگر فکرشون به جای نرسید یک استخاره‌ای کنن. بله. با خدا مشورت کنن و اقدام کنن. اقدام کنن. بنابراین خیلی خطرناک است که انسان ازدواج را به تأخیر بیندازه و نتیجهش همونطوری که عرض کردم، سن که گذشت به یک سنی میرسه که دیگه انسان نمیخواد. بله. اگر هم بخواد مجبوریه. مجبوری. مثل عرض کردم بچه سنش که غذا چه شیر میخوره سن 1 ساله و پایینتر رو همی سن هست. بله. لذا با علاقه به مادرش مثلا پستان مادره میگیره. بله. اما وقتی بزرگ شد خجالت میکشه. اصلا نمیخوره. بله. مسئله ازدواج هم همین طوریه، مسئله تحصیل هم همین طوریه. بله. آدم باید هر کاری رو به زمان خودش انجام بده. بله. هر چیزی رو برای زمان خودش، شب برای خوابه. بله. روز برای کاره. بله. دیگه اگر تو شب نشینی کنی و روز بخوابی از همه کارات میره. بله. یا روز را مثلا به اصطلاح به بتالت بگذرانی دیگه حتما به جای نمیرسی. بله. پس بنابراین از تمام اوقات باید همون توی که پیغمبر فرمود وقت هر چیز را غنیمت. بله. بدان آدم و به آرزوهای دور و دراز. بله. این مسائل شرعی را آدم از بین نبره. حالا همینجا استفاده بکنیم چون میخواییم بحثا بیشتر کاربردی بشه برای عزیزانی که مخصوصا در کشورهای غیر اسلامی هست و پیام ما بر اونا بیشتر باشه. البته خب این یک فرهنگ شده که فرهنگ جهانی شده دیگه همه کشورها. خب بعضیا خیلی به زحمت به حساب که خانواده ها رویشان فشار میارن اینا ازدواج میکنن، مثلا در سنهای بالا همینطور که شما فرمودین، اون ازدواج هم ازدواج خیلی ثمر بخشی نیست، بعدا آمار طلاق هم خیلی بالا رفته و بعضی از مؤمنین هم حتی ما دیدیم که بعد از 4 سال 5 سال 6 سال حتی بچه نمیاره. یعنی بعضی از خانواده ها بر ما پیش ما شکایت کرده که خب پسر ما یا دختر ما ازدواج کرده، تحصیلاتشون هم تمام کرده، هر دوتایشون هم کار میکنه، ما میگیم مثلا خب شما چرا بچه نمیارین؟ میگه هنوز زود هست، یعنی ما باید یک خانه را کاملا به اصطلاح خودشان پی آف بکنیم، یعنی تمام پولش را بدیم، زندگی درست کنیم دیگه کنیم، بعد
بچه به دنیا بیاریم. خب حالا یک چیز هم که شما بیشتر میدن بعد دیگه حوصله تمام میشه 45 سال، این بحث فرزند آوری رو شما مگر بگید، مخصوصا در کشورهای غیر اسلامی که اونجا خب هر چقدر آمار مسلمان ها و پیروان اهل بیت باشد به اصطلاح. اینا رو شما کوتاه اگر در این بارم بحث بکنید. خدمت شما شد که اصلا ثمره ازدواج اولاد داشتن، اولاد داشتن تجربه، یعنی در موضوع ازدواج چند مسئله مد نظر گرفته شد. بله. اولا روایت داره که اگر کسی ازدواج کنه خداوند فقرش از بین میبره. فقر از بین میبره. روزی هر کس خود خدا میده. بله. و ثانیا برای مسئله ازدواج مسئله اولاده. اولاد صالح آدم داشته باشه. نه. اولادی که بتونه آدم به اصطلاح او را ثمره زندگی خود بدانه. بله. و هرچی زودتر یک زن و مرد ازدواج کنه علاقه بینشون بیشتر میشه، چون این اولاد یک حلقه وصل بین پدر و مادر. لذا شما میبینید اکثر طلاق ها در وقتی است که اینا هیچ اولادی چیزی ندارن، خب راحت رو اون طرف میره اون طرف. بله. اما اگر اولادی به دنیا آمد، فرزندی به دنیا آمد، دیگه این حلقه بینشان بیشتر میشه. بنابراین اولاد آوری و فرزند آوری تأکید شده در اسلام. بله. پیامبر اکرم میفرماید که ازدواج کنید و توالد و تناسل کنید. بله. یعنی بچه بیارید، چون من با بچه های شما در قیامت مباهات میکنم. توجه میفرمایید؟ بنابراین آدم بچه بیاره به امید خدا و از خدا بخواد که همه کارش درست کنه. همه چیز آقای بختیاری به واسطه این که من بخوام به اصطلاح برنامه ریزی کنم درست نمیشه. خیلی چیزها رو ما برنامه ریزی میکنیم اما میبینیم که برعکس جواب میده. برنامه ریزی لازمه اما بعد از برنامه ریزی توکل به خدا، برنامه ریزی بر اساس عقل و دین، عقل و دین، نه برنامه ریزی هایی که هیچ مثلا عقلانیت نداره. میگن برنامه ریزی بکن، اما برنامه ریزی عقلی و دینی بر اساس عقل و بر اساس دین. آخرین نکته که از این پیام میخواییم استفاده کنیم این هست که بحث آرزوهای طولانی یا رؤیا پردازی به یک نحوه، خب یکی ما اهداف داریم، اهداف واقعی که ما قدم به قدم دنبال رو اون هستیم، یکی آرزوست به حساب آرزوهای طولانی و رؤیایی. خب خیلی ها نظر به این رسانه ها که هست، فیلم ها که هست، سریال ها هست، همه میخواهند که همونطور زندگی های تشکیل بدن و ثمره این رویا پردازی این میشه که از خانواده ها مثلا به خانواده هاشان نرسن، مخصوصا در کشورهایی که ما زندگی میکنیم ساعت های کاری مثلا خیلی طولانی برای رسیدن مثلا به خانه های مجلل یا ماشین های مجلل، 12 ساعت 15 ساعت. همین وقتی که ما می آمدیم از سیدنی قبل از آمدن من، 2 جوان را ما در یک روز دفن کردیم از افغانستان، به حساب اونایی که در سیدنی هستن اکثرا می دانند که ما اشاره می کنیم و علتش هم به اصطلاح بیان کردن، اون چیزی که به اصطلاح گفتن این بوده که جوانهای خیلی مؤمن متدین خوب، یعنی در دوره بر 35 سال اینها بودن، ولی علتشان خیلی فشار آوردن روی خودشان. و حالا ما اون دو تا جوان رو نمیگیم، بعضی از جوان ها حتی به خاطر این رؤیا پردازی در یک قسم قرص های رو مصرف میکنن که انرژیزاست، مثلا در 12 ساعت 14 ساعت اصلا چیز رو احساس نمیکنه و شدید کار میکنه و بعدا به اصطلاح دیگه کلن اون یک رخوت به حساب به وجود میاد که روی قلبش، روی تمام اعضای وجودش تأثیر میگذاره، در حالی که شما میدونن خب حالا ما این کشورها رو نمیگیم، اون کشورها
خب حداقل زندگی برای همه فراهم هست، ولی این زیاده خواهی به اصطلاح باعث میشه که هم از خانواده ها دور بشن، هم بچه ها بعضا خانواده رو نبینن، پدر رو نبینن، و همینطوری از لحاظ جسمی ها به اصطلاح چی هست این رؤیا پردازی به اصطلاح شما ببینید خدمتتون هست که مسئله رؤیا پردازی و توقعات بیجا آثار خیلی سویی داره. اول آثار اثرش اینه که علاقه محبت بین زن و شوهر بین اولاد و خانواده از بین میره. شما یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، ده روز بچه‌تون رو نبینید، باش تماس نداشته باشید، کم کم محبتش از دلتون میره. محبت که از دل رفت، هم از بچه محبتش از دل پدر و مادر میره، هم پدر و مادر محبتش از دل بچه. بله. محبت که از بین رفت، دیگه احساس بیگانگی و جدایی آدم میکنه. بله. و این در آینده خطرناک. چرا؟ بله. چون انسان هر چی باشه و هر کجا برسه احتیاج به رفیق، به مونس، به همدم داره. بله. گذشته از همسر آدم که رفیق آدم، مونس آدم، همدم آدم هست، آدم خوب میخواد با پدرش، مادرش، دوستش، بله، اقوامش، اقاربش رابطه داشته باشه. بله. اینا رو که نداشته باشه مجبور میشه با افراد بیگانه ای که با اونا هیچ شناختی نسبت به اونها نداره ارتباط برقرار کنه. و همین ارتباطات هست که اکثرا منجر به خیلی کارهای خلاف میشه. توجه فرمودید. پس بنابراین آدم باید در چارچوب زندگی برای هر چی برنامه داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی ظاهرا میگه 24 ساعت زندگی تا تقسیم. یک مقدارش بر خواب بساخت. بله. یک مقدارش برای غذا خوردن و برای عبادت بذار، یک مقدارش برای تحصیل علم بذار. این او کسایی که تحصیلاتش تمام شده به مرحله بالا رسیدن، بازم اونا نیاز دارن به اینکه یک چیزایی رو بیاموزن. بله. برای تحصیل علم بذار. بله. و یک مقدارش برای لذت بردن از زندگی بذار. بله. از لذائز شرعی زندگی لذت ببر. بله. و یک مقدارش را برای رفت و آمد با دوستای قدر. بله. توجه فرمودید. بله. پس زندگی این نیست که انسان همش خود را درگیر کنه برای دنیا و بعد هم وقتی که از بین رفت، مثلا اون جوانایی که شما مثال زدید، آلو بعدش اگر میلیارد ها پولون داشته باشه دیگه فایده؟ بله. نداره. بله. هیچ فایده نداره. بهترین ماشین هم داشته باشه بگه فایده نداره. بله. بهترین خانه هم داشته باشه فایده نداره. آدم کوشش که ببینید آقای بختیاری، مسئله چشم همچشمی خیلی شدیده. بله. این یک راه داره که آدم میتونه حلش کنه. بله. و اون راه اینه که انسان خودش تو این مسیر قرار نده. اگر هم فرضاً او رو دیدی که یک ماشین خیلی لوکس داره، دیگه تو توقعی او رو نداشت اون رو مبتا یک ماشین داشته. بله. ماشین برای اینه که تو رو از یک جایی به یک جایی برسانه. بله. حالا چی ماشین پیکان، چی ماشین آخرین سیستم. بله. توجه فرمودید. بله. خانم برای اینه که تو بتونی یک سرپناهی داشته باشی، زن و بچه دیجش راحت باشه. بله. حالا چی در فلان شهر اروپا ویلا داشته باشی، چی نداشته باشی. بله. توجه فرمودید. بله. آدم باید از چشم همچشمی بگذره. بله. این چشم همچشمی بزرگترین خطر است برای این که انسان را از زندگی آرام دور میکنه. بله. شما شب تا به صبح دیگه ناراحتی. بله. ببینید اگر مسئله به اصطلاح چشم همچشمی داشته باشه، خب آدم باید به شوهرش هم، یعنی به شوهر مردم هم چشم همچشمی داشته باشه. بله. یک زن بگه خب شوهر از او چقدر چطوره، چیه، چی از من نیست. بله.
خانم اون آقا چطوره، چیه، مزوه نیست. بله. او پیر این پیر شده، او جوان مونده. بله. خب اینا بعضی چیزاییست که از دست دادن خارجه، اینا هیچ اصلا به دست نمیاد. بله. پس بنابراین چشم و همچشمیه اگر آدم کنار بذاره، مگر در حد معقول. بله. هر چیز معقول. معقول. خدا با انسان عقل داده برای اینکه انسان زندگیش بر اساس عقل اداره کنه. بله. در دنیای مصرفی امروز برای این که ازدیاد ثروت بعضی ها آمدن خیلی مسائل رو اینا ایجاد کردن. من جمعه چشم و همچشمی رو ایجاد کردن. او در موقع عروسیش در فلان تالار مجلس گرفت، من باید اونجا بگیرم. بله. و این برای چیه؟ برای که اون تالاریه ای که به حساب خیلی قشنگ و زیباست او با پول بیشتره برسه. بله. فلانی در لباس در عروسیش فلان لباس خیلی شیک اروپایی رو پوشیده بود، پس من باید بپوشم. بله. خب این برای همونه که اون آقا با پول برسه. بله. و الا چیز دیگری نیست. بله. مثلا میگن یک شاخه گل را در همین ایران یک کسی پدرش فوت کرده بنده خدا، میگفت که ما مجبور شدیم که برای سر جنازه شاخه گل بذاریم. قال چی واجب شاخه بل. گل مگر شاخه گل با قبر با اون میرن؟ بله. شاخه گل مگر بر از او چی میده؟ بله. هیچ چی نمیده. بله. هر شاخه گل را ما 20,000 تومان خریدیم. آه بله. خب اگر 100 تا شاخه گل داشته باشه 2 میلیون تومان. تعجب فرمودید. الان که این شاخه گل بعد از 3 روز 4 روز میپوسه و دورش میندازه. بله. این چیزا چیزایی است که اصلا اثر هم نداره. حالا سر قبر اون آقا شاخه گل باشه یا نباشه؟ بله. چی تأثیر داره؟ بله. در پیشروی جنازه شاخه گل باشه یا نباشه؟ نباشه. یا ما برای جنازه پدرمان نمیدونم تابوت فلان قسمی سفارش داریم. حتی بر مرده الو چی تأثیر داره بر اون میت؟ اون میت است و عملش. شما اون پول تابوت بر میت بدید روزه بگیرن. بله. بدید نماز بخونن. بدید قرآن بخونن. بله. خبر برای میت خیرات کنن که اثر داشته باشه. بله. توجه فرمودید. یا تمام ببینید تمام همین زحمت هایی که برای عروسی ها میکشن تمامش برای 5 ساعت یا 6 ساعت شب عروسی است. بله. همه زحمت های تمام اطرافیان برای اینه که 5 ساعت در تالار اینا به اصطلاح عروس داماد دست به دست میدن و بعد هر کلام خانی خود بدون اغراق خستگیش برای دیگران میدن. بله. این چشم و همچشمی ها چیز خیلی بد است، خطرناکی است که انسان از همه زندگی ها منده است. بله. همینجا ما مثال های عینیش عرض بکنیم. اتفاقا اما آخرین منبعی که ما در سیدنی رفتیم در جمع از مؤمنین، خب ما یک مقدار جدیتر صحبت کردیم، شوخی هم کردیم، گفتم شاید من دیگه بر نگردم، به اون خاطر حقایق هم میگم. مثلا در همون مجلسی که ما بودیم اتفاقا از یک قوم و فامیل بود، خب چون یک